سلام به همه عزیزان، حسن غفاری هستم با یک آموزش دیگه. امروز میخوایم بعد از اینکه ما اومدیم دامین رو درست کردیم، اومدیم سرورمون رو کانفیگ کردیم و یوزر هامون رو ایجاد کردیم، حالا بیایم بریم سراغ اضافه کردن سیستم ها به شبکه تحت نظر اون سرورمون. برای این کار من چند تا سیستم مجازی آماده کردم تا این کار رو برامون انجام بده. خب سرورمون رو داریم با دامنه mascot.ir و دو تا کلاینت هم داریم برای اینکه بخوایم به شبکه‌مون اضافه کنیم. ببینید اولین کاری که انجام میدیم، ما میایم توی کارت شبکه یک IP تو رنج اون سرورمون به کارت شبکه‌مون میگیم. من ادد صفرم رو پراپرتیزش رو میگیرم و از قسمت IP ورژن 4 این قسمت 192.168.10.31 رو به این سیستم میدم، طبق رنجی که من اونجا به سرورم دادم. اگر خاطرتون باشه، خب اینجا من یک دستور رو هم بهتون آموزش بدم. ما یه دستور داریم توی محیط CMD command prompt برای وارد کردن دستورات یا اسکریپت های تحت ویندوز. IP config به ما نشون میده که سیستم اون داره چه IP هایی هست. ببینید همینطور که میبینید 10C IP این سرور هستش و من توی همون رنج 10.10.1 رو به این سیستم میدم و توی قسمت DNS 192.168.10.3 رو به عنوان DNS سرور این سیستم بهش معرفی میکنم. خب اوکی میکنم و میرم قسمت بعدی. حالا من گفتم شبکه‌اش رو با شبکه سرور یکی کنه تا بتونن همدیگر رو ببینن. این بحث شبکه ها رو شما میتونید توی بخش IP و اصطلاحاً آموزش های IP کامل یاد بگیرید. خب حالا میریم سراغ این که به این سیستم بگم که شما زیر مجموعه کدوم سرور و دامنه هستید. خب میریم سراغ بخش کنترل پنل. از قسمت کنترل پنل شما باید وارد بخشی به اسم سیستم بشید. توی این بخش ببینید شما میتونید اصطلاحاً کامپیوترتون رو با این دکمه رینیم کنیم و نامش رو عوض کنیم. خب من اینجا رینیم رو انتخاب میکنم و اسم این کامپیوتر رو استیشن 1 قرار میدم و نیکس رو میزنم. بعد از اینکه اعمال شد از من میخواد سیستم رو یک بار ریستارت بکنم. خب من ریستارت لیدر رو میزنم و میام بخش رینیم دیس PC بخش ادوانسش. ببینید یه چنج اصطلاحا نیمی هم اینجا داریم که همون نام کامپیوتر رو میتونه تغییر بده و یک نکته خیلی بزرگتر، ما اینجا میتونیم ممبر آف بگیم که زیر مجموعه کدوم اصطلاحا دامنه باشه یا نه ورک گروپ باشه. یک کامپیوتر هایی که با دسترسی فول توی یک شبکه قرار دارن و میتونن با شیرینگ اطلاعاتشون رو منتقل کنن. توی اصطلاحا این شبکه هایی که دامنه دارن میگیم اصطلاحا کلاینت سروری و اون شبکه هایی که ورک گروپ هستن هم میگیم اصطلاحا پیر تو پیر یا کلاینت تو کلاینت. خب بریم سراغ بخش بعدی. خب ببینید الان ممبر آف من رو داره اصطلاحا غیر فعال نشون میده. چرا؟ چون من استیشن 1 رو به این کامپیوتر دادم ولی ریستارت نکرد. پس کاری که انجام میدیم یه ریستارت انجام میدیم و برمیگردیم میریم سراغ ادامه کار.
خب سیستم ما ریستارت شد، بریم سراغ بقیه ماجرا. خب من از قسمت اصلا استارت هم وارد بخش کنترل پنل میشم. و از قسمت سیستم روی rename this PC advanced کلیک میکنم، change رو میزنم و همونطور که میبینید این بخش برای من فعال شد. من روی domain کلیک میکنم و mascot.ir رو من به عنوان دامنه بهش معرفی میکنم و enter رو میزنم. حالا به من میگه یوزر پسوردی رو به من بده که اجازه داره شما رو به دامنه اضافه کنه. خب من میگم ادمینستریتور، به عنوان یوزرم هست و ادمین ادسان 123 پسوردی هستش که ادمینستریتور داره. حالا میره چک میکنه آندنتیکیشن رو انجام میده و احراز هویت رو، نهایتا به من میگه که welcome to the mascot.ir domain. الان ما به دامنه متصل شدیم. بعد از اینکه این اتفاق میفته یک آلارم نشون میده و میگه که باید سیستم رو ریستارت بکنیم. خب ما سیستم رو ریستارت میکنیم و برمیگردیم پیشتون. خب سیستم من بالا اومد. حالا من کلیک میکنم تو پسورد رو به من بده. ببینید من یه یوزر عادی دارم به اسم وین 10. حالا من میخوام other user رو انتخاب بکنم و میگم که ببینید در اینکه sign into mascot من باید بگم mascot.ir / یوزرم رو باید وارد بکنم که یوزر 1 بود و پسوردی که براش در نظر گرفتم اگر اشتباه نکنم 123 بود یا ادمین اصلا 1 2 3 4 5. خب بذارید یه چک بکنیم ببینیم پسوردمون برای این یوزر چی بوده. خب یا بذارید یه کار بهتر انجام بدیم، ما پسورد رو نداریم و نمیدونیم چیه. حالا برمیگردیم توی ویندوز سرورمون، میریم تو بخش تولز و اکتیو دایرکتوری یوزر اند کامپیوتر و منتظر میشیم تا پنجرهش باز بشه. یه یوزر داشتیم که اگر پراپرتیزش رو بگیریم لاگین نیمش برای ما چی بوده؟ اکاونت یوزر 1، اما پسوردش رو فراموش کردیم. خب باید چی کار کنیم؟ گفتیم اگر روی این یوزر کلید راست انجام بدیم ریت پسورد رو به ما میده. من پسورد رو 1 1 وارد میکنم و یه ایرور به من نشون میده که فکر میکنم admin assign 33 admin assign 33 به عنوان پسورد بهش میدم و به درستی با خاطر اینکه پسورد استادی وارد کرده بودم به من ارور داشت. خب برمیگردم تو ویندوز 10 هم. خب حالا من میخوام وارد یوزر بشم، میگم mascot.ir / user 1 و پسوردی که دارم admin assign 33 هستش. میگه پسوردش باید عوض بشه تو اولین لگین، میگه مشکل نداره admin assign 123 admin assign 123 و به عنوان پسورد جدید بهش میدم و میگه با موفقیت پسورد تغییر کرد و با یوزر حسن غفاری لاگین میکنه. خب یه خورده طول خواهد کشید برای ساختن یوزر و بعد از ساختن یوزر میرسیم خدمتتون. خب من با یوزر جدیدم وارد شدم و بریم توی بخش کنترل پنل کاتگوری روی لارج آیکون قرار میدم و سیستم رو انتخاب میکنم. توی بخش سیستم استیشن 1 و نوشته فول دیوایس نیم استیشن 1.mascot.ir. پس ما الان زیر مجموعه دامنه مسکوت هستیم.
خب حالا با کارمون با این سیستم عامل تمام، ویندوز 10 رو یاد گرفتیم چجوری به شبکه متصل بکنیم، حالا میریم سراغ ویندوز 7 و بقیه ماجرا. خب حالا یه ویندوز 7 داریم که میخوایم به شبکه متصلش کنیم. اولین کاری که باید انجام بدیم اینه که بریم قسمت تغییر نام و نامش رو عوض کنیم. خب من میام توی این قسمت استارت رینیم رو اصطلاحا تایپ میکنم و اینجا رینیم دیس کامپیوتر رو برای من باز میکنه. چنج رو میزنم، اون ویندوز 10 همون شد استیشن 1 و این ویندوز میشه استیشن 2. اوکی میکنم. و به من میگه با موفقیت این اتفاق افتاد. خب سیستم ریستارت میشه و برمیگرده. خب حالا من میام توی استارت تایپ میکنم ncpa.dpl و با اینتر به بخش کارت های شبکه و دیوایس های اصطلاحا نتورکیمون وارد میشم. روی اصطلاحا لوکال ایریا کانکشن هم فیلد راست پراپرتیز رو میزنم. تو این بخش وارد IP ورژن 4 میشم و IP 192 168 10 32 رو به این کامپیوتر اطلاق میکنم و 192 168 10 ای رو به عنوان DNS سرور که سرورمون هست بهش معرفی میکنم. خب حالا من باید دامنه رو بهش معرفی کنم. فقط کافیه برگردم به همون بخش rename this computer و از این بخش روی change کلیک کنم و توی قسمت پایین member of domain رو انتخاب بکنم. انتخاب من و masco.ir به عنوان دامنم بهش معرفی میشه و اوکی میکنم. حالا به من میگه user password رو بده، میگم administrator و پسوردم admin @123 هستش. اوکی میکنم و منتظر میشم تا authentication صورت بگیره. خب این کامپیوترم هم متصل شد و به من پیغام ویلکام رو نشون میده. کلوز رو میزنم و restart now. خب از من میخواد کنترل آلت دیلیت رو اصطلاحاً وارد بکنم. من هم این کار رو انجام میدم. حالا به من میگه استیشن 2 /win7. میگم نه سویچ یوزر، نمیخوام با یوزر خود این سیستم وارد شم، میخوام برم تحت دامنه. پس من باید بگم masco.ir /user1، همون یوزری که ساختیم، و پسورد ادمین @ 123 که توی ویندوز 10 تغییرش دادیم و منتظر میشیم تا عملیات لاگین و ایجاد اصطلاح یوزر انجام بشه. خب همونطور که میبینید یه یوزر جدید به وجود اومد و میریم توی بخش کنترل پنل و قسمت سیستم چک بکنیم دقیقاً چه دامنه‌ای وجود داره. خب ببینید میشه کامپیوتر نیمش استیشن 2 و فول کامپیوتر نیمش استیشن 2.masco.ir، دامنه هم masco.ir هستش. خب ما موفقیت تونستیم هر دو سیستممون، هر دو ویندوزمون رو به شبکه سرورمون معرفی کنیم و ببریم زیر دامنه. خب جلسه آینده میریم ببینیم توی سرور این دو تا کامپیوتری که به سرور اضافه شدن به چه شکل نمایش داده میشن و چه کارهایی میتونیم روش انجام بدیم. امیدوارم از این آموزش نهایت استفاده رو برده باشید. خسته نباشید.